یار گرامی اون آقای سیاوش اوستا که تصویرشون رو همین الان در روی در حال صفحه مشاهده کردی و درودی گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز، سال نو مبارک. امیدواریم که این سال 2023 متفاوت بشه از 2022. درود بر شما استاد چرفشاهی، درود هم به کارگردان برنامه مهربانیار برادرم مهندس امیر شجره و همه بینندگانمون. همونطور که گفتید آقای شرفشاهی، استاد عزیز، این سال سال پیروزی است، در این هیچ شکی نباید کرد، اما یه شرط داره. اون یه شرط رو من امشب بارها گفتم ولی امشب باز میکنم، یعنی امشب یه رازی رو برای شما باز میکنم که اگر این راز رو مردم ما بفهمن، مثل همه مهرورزی که تا این 40 سال داشتن به مطلب سیاوش اوستا، 100% امسال آزاد میشه. در ابتدا پروانه میخوام ازتون استاد شرفشاهی که درود بفرستم به روان رفیقم، برادر عزیزم، یار مهربان ایران، نواده رضا شاه بزرگ، دکتر علیرضا پهلوی عزیزم که امشب یاد بودش هست، 12 سال ترور شاهزاده علیرضا پهلوی است. تصویر رو داشتیم میارین روی صفحه. بله اگه عکسش هست، اینم عکس قشنگ و خوشگلش و همیشه خندانش. همیشه آی شرفشاهی خندان بود، همیشه بزرگو جوک تعریف میکرد. من یادم میاد وقتی که با شعبانی جای میجست، شعبانی پاشو فشار میدادن که بابا مثلا آدامس نخور، این کارو نکن. همونطور که خود شعبانو به مادرش روبل بود، یعنی انقلابی بود، بهش میگفت ماتیک نزن، میزد، میگفت اونجا نرو، میرفت. علی رضا هم همینجور بود. میخم ازش فیلم های زیادی دارم، حتی در کنار شعبانو که نشسته همین کارا رو، ولی خب ما پخش نمیکنیم. این جوان اصلا تو خونم که بود، میدونید که آقای شرفشاهی اینه دیگه، چون پرنس رضا پهلوی توی سخنرانی خودش به یاد علی رضا گفت، من بگم اینجا، پرنس رضا پهلوی گفت این اینقدر شور و تحرک در دربار داشت که ما اسمشو گذاشته بودیم تروریست، چون حتی یه بارم شوخی های کرده بود با اینا. خلاصه روان شاد، من وقتی که همه میبرن میگفتن وقتی ما با توی مویست و بعضی وقتا میخندیم چون شوختب، ولی وقتی ایشون بود همین این لبخند به لبش و ما لذت میبردیم از بودنش و در کنارش بودن. من امشب میخوام پیش از اینکه وارد مبحث اصلی بشم که خیلی مهمه، خیلی راز مهمی رو نوشتم سالها قبل، امروز میخوام به آگاهیتون برسونم که برای پیروزی انقلاب خیلی مهمه. دکتر علیرضا پهلوی، آقای شرفشاهی عزیزم، استاد عزیز، میدونید که ایشون کارشناسی یعنی لیسانس موسیقی رو گرفته بود از دانشگاه سمسال 1367، اما پس از این که من دیگه باشون رفیق شدم و این کتاب های آینه اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد و ایران 7000 سال پیشینه تمدن اینا رو خون، گفت من باید برم تو تاریخ ایران و رفت تو تاریخ ایران. ایشون باز یک لیسانس دیگه از ایران شناسی گرفت جناب استاد شرفشاهی از دانشگاه کلمبیا و بعد زبانهای ایران باستان و فلسفه رو در دانشگاه هاروارد خوند که دکتراش هم تزش رو نوشته بود، مینوی خرد اسمش بود، منم صفحاتش رو برام فرستاده بود با ایمیل، داشتم و دارم و دیدم که من از شهبانو بارها خواهش کردم، نمیدونم شاید دست شهبانو نیست چون آرمونه نگفتن، ولی الان 12 سال گذشت هنوز منتشر نشده، لااقل ایشون به دانشگاه نتونست ارائه بده. این مینوی خرد باید پخش بشه چون در راستای همین انقلاب جوانان ایرانه، چون انقلاب جوانان ایران امروز این هست. من در ابتدا اینو عرض بکنم، چون علیرضا پهلوی گفت منو بسوزونید و پیکر من رو، وقتی منو سوزوندید در دریای خزر بریزید و غیر